چطور میشه مثل زک ویدیوهای جادویی ساخت؟ ویدیوهایی که دیدنش برای هر شخصی میتونه جذاب باشه. امروز بچه‌ها هوش مصنوعی این امکان رو بهمون میده که بدون هیچ دانش خاصی اقدام به ساخت ویدیوهایی کنیم که به شعبده بازی دیجیتال معروفن. ویدیوهایی که مخاطبین زیادی میسازن و قدرت وایرال شدن زیادی دارن. اما سوال اینجاست که چطور به صورت کاملا رایگان میشه از ابزارهای هوش مصنوعی برای ساخت چنین کلیپ‌هایی استفاده؟ با آن همراه باشید و این آموزش رو از دست ندید. این هفته بود که همش در مورد کلین AI صحبت کردیم، ابزاری که میتونه چنین انیمیشن های بی نظیر رو خلق کنه. بچه ها اونم فقط با یه پرامپت، یه دستور متنی. ایده های زیادی رو مطرح کردیم، از کنسرت حیوانات گرفته تا نقل داستان های شاهنامه. میدونم که تو ذهن خیلی ها ایده هایی شکل گرفته، حتی میدونم که خیلی ها شروع به تولید محتوا کردید، اما حقیقتا مشکلاتی وجود داره. امروز در خصوص رفع این مشکلات میخوایم صحبت کنیم عزیزای دلم. ببینید، به کل شما به عنوان یک ایرانی تحریم زده مشکلات جدی تو استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی دارید. این اولی مشکل جدی ماست. به عنوان مثال، در حال حاضر ما با هر وی پی اینی نمیتونیم از لئوناردو استفاده کنیم. خیلی گیره، اگه تست کنید متوجه میشید. در گذشته برای ورود به این سرویس از ابزار شکن استفاده میکردیم. بعد از مدتی شکن از کار افتاد، رفتیم سراغ ابزار دیگهی به اسم ابلیویون. در حال حاضر مثلا فقط با همین ابزار میتونیم لئوناردو رو باز کنیم. پس مشکلات اینچنینی وجود داره با توجه به تحریم ها، با توجه به شرایط نت ایران، و شما مدام باید با تست ابزارها و حالا وی پی ان های مختلف سعی کنی که بتونی تحریم ها رو دور بزنی دیگه. این اولین مشکل. اما مشکل جدی تر، مشکل بزرگتر اینه که هیچ کدوم از این ابزارها رایگان نیستن. باعث همشون باید پول بدید. اما با این وجود من مثلا این فوتیج رو با ابزارهای کاملا رایگان ساختم. یه روز صبح قبل از اینکه بخوام به دفتر کارم برسم، از مجسمه اسب آبی گرسار رشت اومدم فیلم برداری کردم و بعد با هوش مصنوعی ادوبی فایرفلای و کلینگ ای آی که تو این هفته معرفیش کردم یه همچین سناریویی رو ساختم. بچه آیا به نظر شما این نمیتونه یک محتوای اینستاگرامی باشه؟ به نظر شما اصلا چقدر قدرت وایرال شدن رو داره این ویدیو؟ من این اثر رو با عضویت رایگان تو ابزارهای کتاب امروز معرفی کردم ساختم، هیچ پولی ندادم. مثلا شما با ابزار ادوبی فایرفلای میتونی المان‌های جدیدی رو به یک عکس اضافه کنی. من قسمتی از فیلم مجسمه اسب آبی گلسار رو به عکس تبدیل کردم و در اختیار این ابزار قرار دادم و بعد بهش گفتم که مثلا فواره ها رو روشن کن. نتیجهش این شد. این ابزار واسه تا 25 تا جنریت رایگان به ازای هر ثبت نام بهمون میده. من با همین 25 تا یک سری تصویر جدید خلق کردم که چی بشه؟ که طبق آموزش‌های جلسه پیش یه عکس از فریم یک داشته باشم و یه عکس از فریم آخر. حالا کافیه تصاویر رو در اختیار کلینگ ای آی قرار بدیم تا کار رو در بیاره. همونطور که میدونید شما تو این ابزار روزانه 66 تا کردیت رایگان داری اگه لاگین کنی. اگه مصرفش هم حتی نکنی بچا اکسپایر میشن. همون روز باید 66 تا رو حالا استفاده کنی. ببینید، درسته که سرویس رایگان این ابزار ضعف زیاد داره، تو خیلی از مواقع اصلا جنریت شما فیلد میشه، یعنی انجام نمیشه، ناموفق باقی میمونه. اما من متوجه شدم که اگه از تکنیک فریم اول و فریم آخر استفاده کنید، تو کمترین زمان ممکن جنریت رو بهتون تحویل میده، حتی تو نسخه رایگانش. حالا تو نسخه پولی که بازی خیلی سریع تره. پس من با نسخه رایگانم بچه‌ها یه کارایی میتونم انجام بدم. مثلا این مثالی که بهتون زدم از تکنیک فریم اول و فریم آخر استفاده کنید و یه کارایی در میاد. این دیگه به خلاقیت شما بستگی داره. این ویدیو رو ببینید. همین دیشب داشتم تو پمپ بنزین فرهنگ رش بنزین میزدم که یهو یه ایده زد به سرم. یه فوتیج از پمپ بنزین با موبایلم گرفتم و با کلینگ ای آی تبدیلش کردم به این و بعد صداگذاری. نتیجه کار رو ببینید. همین آثاری که من خلق کردم با نسخه رایگان کلینگ ای آی انجام شده. یه جورایی به این میگن هنر جادوی ویدیو دیگه. گفتم کارهایی که زک کینگ انجام میده بهش میگن اصلا شعبده بازی دیجیتال، یه اسم دیگه شه.
تو جلسه پیش بهتون گفتم که آقا شوخی با حیوانات هم میتونه خیلی جذاب باشه. همین دیشب یک سری پیج های اینستاگرامی رو دیدم که دقیقاً تکنیکشون همینه، یعنی اونا با حیوانات دارن شوخی میکنن و رسانه های بزرگی رو ساختن. واضحه که به نسبت ساخت محتوا تو پلتفرم اینستاگرام راحت تره تا یوتیوب، چون اینجا زمان کمتره، یه فوتیج خلاقانه کار رو در میاره و ممکنه صدها هزار بار بازدید بگیره. و چون شما فعلا از نسخه رایگان ابزارها داری استفاده میکنی، شاید ساخت ویدیوهای کوتاه اصلا منطقی تر باشه، ویدیوهای شورت تا 30 ثانیه. این ویدیوها میتونن داخل اینستاگرام، یوتیوب و تیک تاک منتشر بشن و مخاطب بگیرن. جالب بدونید که داخل یوتیوب شما به ازای هر 1000 بار نمایش ویدیوهای شورت تا 8 سنت درآمد داری و این خیلی خوبه. پس تو جواب یک سری از بچه‌هایی که میگن آقا با نسخه رایگان کلینگ ای آی نمیتونیم کاری رو انجام بدیم، مدام فیل میشه، گیر میکنه، باید بگم که اگه مثل من از فریم اول و آخر استفاده کنید، بهتون تقریبا میتونم بگم که نتیجه خوبی رو میده. ممکنه حالا یه ساعتای شلوغ باشه خیلی، یه ساعتای خلوت باشه. دمدمای صبح معمولا خلوته. با 3 تا اکانت مثلا روزانه شما 18 تا جنریت 5 ثانیه‌ای باید برای حالا تو اوردر بذاری، تو لیست بذاری، که اگه بعضی هم فیل شد حالا یه سری جنریت داشته باشی دیگه، این شکلی باید پیش بری. معمولا اگه تو این ابزار فریم اول و آخر رو ندید و فقط با پرامپت بخواید حالا کار رو در بیارید، که خیلی ها این کار انجام میدید، تو نسخه رایگان حداقل تو اکثر مواقع جنریت رو فیل میکنه. اما اگه باز تلاش کنید، یعنی تلاشتون اگه زیاد باشه، بالاخره تو نسخه رایگان هم میتونید نتیجه بگیرید. مثلا من توی اکانت رایگان این عکس لوبیاها رو بهش دادم و بهش گفتم تبدیلش کن به مار، خروجی رو به هم داد، با اینکه حالا خیلی از تلاش‌های دیگه هم فیل شد، ناموفق بود. خب این از کلینگ ای آی بچه‌ها. پس یه کارایی میشه باش کرد، اما اگه دقتون میده حالا خیلی فیل میشه کاراتون و نتیجه لازم رو نمیگیرید، شاید بهتر برید سراغ جنتری، ابزار رانوی، چون اینجا یعنی داخل جنتری به نسبت کار راحت تره و با اشتراک رایگان هم تا حدودی کارتون راه میفته. برای استفاده از جنتری وارد وبسایت رانوی بشید. گوگل بنویسید رانوی، قبلا آموزش رو دادم، با یه جیمیل میتونید یه حساب کاربری بسازید. به تازگی جنتری معرفی شده که تو نسخه رایگان بچه‌ها امکان استفاده حالا جنتری آلفای توربو رو به ما میده با توجه به کریدیتی که داریم، یعنی یه کریدیت مشخصی بهتون میده و بعد از اون مصرف میشه. من از نسخه فری دارم استفاده میکنم در حال حاضر. نوشته اینجا گت استارت رو میزنم، رو گزینه try it later کلیک میکنم و اینجا میگه که تو از جنتری آلفا توربو میتونی استفاده کنی، اما از جنتری آلفا فعلا نباید آپگرید بشه، باید پول بدم. یه عکس رو میگه در ابتدا در اختیارم قرار بده. من یه عکس از حالا شهرداری رشت مثلا در اختیارش قرار میدم. اینجا مجدد شما فریم اول و فریم آخر رو داری، میتونی تعیین بکنی که این عکس فریم اول باشه یا فریم آخر. میتونم یه پرامپت اضافه بکنم که مثلا این فضا تبدیل بشه به شب و بعد جنریت. وقتی شما جنریت رو میزنی با این پیغام مواجه میشی. واسه همین خیلی‌ها فکر میکنن که خب این واسه خودش میگه که من تو نسخه فری هم امکانه استفاده از جنتری رو بهت میدم، اما دروغه، چون فیل میشه. ببینید تو نسخه فریش ذکر کرده که شما جنتری آلفا رو میتونی استفاده کنی تا 10 ثانیه، اما تو اکثر مواقع وقتی جنریت رو میزنی با این پیغام مواجه میشیم که میگه با پول بدی. این واسه اینه که بچه‌ها خیلی این ابزار شلوغه تو نسخه رایگان. اگر الان روی جن 2 مثلا بخوام جنریت بگیرم، نسخه قبلش میبینید که به راحتی جنریت رو بهم میده با ورژن 2ش، با ورژن 2ش که بدم نیستش تا حدودی. اما چطور میشه از جنتری استفاده کرد به رایگان؟ ببینید من توی یکی از اکانت های دیگه هم مثلا ساعت 3-4 صبح بود داشتم ترای میکردم، به راحتی با اولین تلاشم ببینید از جنتری خروجی گرفتم با اینکه اکانت رایگانه. پس ساعت با ساعت فرق میکنه، ممکنه یک ساعت خیلی شلوغ باشه، اما شما تلاش بخوای انجام بدی، یعنی بخوای استمرار به خرج بدی، کلید بخوای بکنی، بالاخره با همین نسخه رایگان هم میشه. در حال حاضر این اکانت الان صفر کریدیت هست، همه رو استفاده کردم، همه رو با جنتری خروجی گرفتم. اما بریم سراغ اکانت قبلمون، یه بار دیگه میخوام تست بکنم، مجدد عکس شهرداری رو بهش میدم، مدل با سر جنتری آلفا توربو باشه. بعد حالا بیاید اصلا پرامپتی ننویسیم، ببینیم چی میشه. بار جنریت رو میزنم، باز خطا میده. 5-6 بار تست کنید، اگه خلوت باشه بالاخره اوکی میشه. به همین الان اوکی شد. وقتی این پیغام دست راست میاد یعنی اینکه درخواست من رو گرفته. میگم تو سرویس رایگانش خیلی شلوغه،
همه چی و حالا سخت افزارهای کمی رو حتما در نظر گرفتن. تو اکثر مواقع شما درخواست فیل میگیری، میگه من نتونستم کار رو انجام بدم، اما اگه حالا استمرار به خرج بدی بالاخره نتیجه لازم رو شما میگیری. الان یه جنریس با جن 3 داشتیم بدون هیچ پرامپتی، خودش ترجیح داده که تایم لپس بسازه، فوارم شروع بالا حرکت، کار قشنگی در اومده. واقعا جن 3 خیلی کارش درسته، نسبت جن 2 خیلی حرفه‌ای‌تر جنریتش. حالا بیاید یه پرامپت اضافه کنیم، مثلا می‌نویسم که فضا تبدیل به شب بشه، مجدد جنریت رو می‌ذارم، باز بهم خطا میده، اینقدر می‌ذارم تا قبول کنه دیگه. ببینید باز قبول کرد یک بار دیگه، با اینکه الان ساعت خیلی شلوغیه، ساعت 4-5 بعد از ظهر و تایم خوبی نیستش، اما بالاخره میخوام بهتون بگم که میتونید شما حتی با جنتری هم کار بکنید به رایگان. ممکنه خیلی پیغام خطا داشته باشید، چه توی جنتری چه داخل حالا کلین ای آی، ممکنه مشکلات اینچنینی باشه تو نسخه رایگان، اما بالاخره میگم تلاش زیادی بخواید به خرج بدید به نتیجه لازم میرسید، همونطور که من تو همین ویدیو بهتون نشون دادم که چطور هم از جنتری تونستم جنریتر رایگان بگیرم و هم داخل حالا کلینگ ای آی. اوکی، پس به این شکل شما میتونید از ابزارهای رایگان استفاده کنید تا حدی. اگه اعتبارت هم تموم شد مجدد خب یه حساب جدید باید بسازی با یه اکانت جیمیل و همین عزیزای دلم. میدونم مشکل زیاد داره، اما خب چاره‌ای نیستش، اگه پول بخوایم بدیم این مشکلات نیستش، اما خب هزینه این ابزارها هم برای ما اصلا کم نیستش، زیاده، اما به این صورت حالا میشه کار رو راه برد دیگه. در آینده وقتی رسانتون به درآمد رسید حتما اشتراک ابزارها رو تهیه میکنید و حالا شرایط بهتری رو دارید، اما این شکلی شروع کنید. اگه سوالی بود تو کامنت ازم بپرسید، دوستتون دارم، تا آموزش هست. رام و تال پادشاه بیزنس آنلاین، رام و تال پادشاه بیزنس آنلاین، در میاره با هر کلیکی کلی پول، ای تو ایده های برترین بازار بود.